در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، هوریا مصدق، زن افغان فعال حقوق بشر، در میدان هوایی اتروی لندن با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در سال با طالبان میگوید: افغانستان را تباه کردی؟ آقای خلیلزاد در پاسخ میگوید که او هم از وضعیتی که در افغانستان پیش آمده است راضی نیست و از وضعیت زنان پس از تسلط طالبان بسیار متاثر است. او تاکید می کند که تا زمانی که افغان ها به توافق کلی برای یک افغانستان آباد و آزاد پیشرفته نرسند، کار ناتمام است. خلیلزاد افغانستان خود تباه کردی؟ نه، کاش که افغانستان خود تباه کردی. کوشش بسیار کردم که صلح و آرامی بیه. نتونستی؟ نه، نشد. کمکاری نکردن. از آمد من خودم هم راضی نیستم که به قسم که اوزا آمدم و بسیار زحمت کشیدم. شما میفهمین من حیث یک زن چقدر رنج میکشم از اوزایی که پیش آمده؟ ما هم رنج میکشم. شما میفهمین که به میلیون ها دختر و زن افغان امروز به دست طالبان هستم؟ بسیار متاثر هستم. در پاسخ به این سوال که آیا در اعتماد به طالبان اشتباه کرده است، میگوید اعتماد هیچ وقت نبوده. فیصله‌ای که گرفته شده بود این بود که چی شده میتوانست و چی شده نمیتوانست. هیچ وقت مسئله اعتماد نبوده. ما خودم از تعلیم بسیار استفاده کردیم. میخوام مرا افغان است. شما نمیفهمیدین با آمدن طالبا اوتر یک وضعیت پیش میآید. آمریکا فیصله کرد که برای کوشش ما بود که بین طالبا و دیگر افغان ها یک تفاهم بیه برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد. اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد آباد و پیشرفته صورت نگیره، این کار ناتمام است. شما فکر نمی کنید که اشتباه کردیم که به طالب اعتماد کردیم و گفته ها به وعده هایی که اونا دادن؟ مسئله اعتماد هیچ وقت نبوده. مسئله این بوده که با دقایقی که وجود داشت، فیصله هایی که صورت گرفته بود، چی شده میتونست، چی شده نمیتونست. هیچ وقت مسئله اعتماد نبوده. مسئله کوشش بوده که یک تفاهم بیاید. آقای خلیلزاد درباره این که آیا از زنان افغانستان عذرخواهی میکند، میگوید که نه، عذرخواهی نمیکنم. آنهایی که این وضع را به وجود آوردن باید عذرخواهی کنند. هدف او از اشرف غنی و دکتر عبدالله است که حتی در آن زمان بعد از انتخابات جنجالی مردم افغانستان داشتن دو رئیس جمهوری را تجربه کردند. زنان افغانستان معذرت نمیخواهیم به خاطر آنچه که پیش آمده؟ من معذرت نمیخواهیم با دو کسایی که مسئول از این کار هستند که به غیر خود جور نیامدن. شما بسیار بزرگ داشتیم در این مسئله. من داشتیم که یعنی اگر من کوشش خودم تا اندازه که امکان داشت نمیکردم، گپ شما بجاست. اما رول من بود تشویق کنم، کوشش کنم دنیا را قانع کنم تا اندازه امکان داشته باشه افغان ها را قانع کنم. بدبختانه که کار صورت نگرفت. من راضی نیستم از قسمه گچ. بازا میگه که اگر چیزی که من کوشش داشتم اگر تفاهم صورت میگرفت، ممکن جنجال زیادتر میبود. دکتر عبدالله و اشرف غنی نتانستن با یکدیگه همکاری کنن. طالب و غیر طالب چطور؟ یک مشکلی هست که باید دربارش فکر کرد که چرا چانسایی که به دست میاد از او استفاده درست نمیشه. شما سلامت باشین، زنده باشین. در 29 فوریه 2020 زلمه خلیلزاد به نمایندگی از امریکا با عبدالغنی برادر نماینده طالبان توافقنامه موسوم به آوردن صلح به افغانستان را امضا کردند که پس از آن طالبان به سرعت پیشروی کرده و در 15 آگست 2021 نظام جمهوری ساقط گردید.